بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و درود فروتن صاحب گرامی. خدمت شما باید عرض شود که عرض سلام خدمت دوستایی که در پای لایف هستن. باید گفت که قبل از همه، هرچند تاپیک برنامه روی سفر آقای احمد مسعود است، اما در رابطه با موضوع سارنوالی یا سوء قصد سارنوالی که از طرف طالبا و از طرف امارات کاملا برنامه ریزی شده بود و علیه جان 10-11 تن از جوانای تاجیک تبار بدخشانی که همگیشان کادرهای ارزشمند و دارای پی‌اچ‌دی بودن و همگیشان بالاخره دیدگاه طالبانی نداشتن، به خاطر که یک باره یعنی یک کتله عظیم عزف کنن از سارنوالی و عوضش افغانا را بیارن جای بجای کنن، اینا همین طرح نامردانه را ریختن و ای تو حس کردن که گویا بیا یک انتحار دیگه بکو تاجیکا را بزن، بیا تو یا به نام امو انفجاراتی که جبهه مقاومت طالبا را داده رئیس، یا به نام از وا قلمداد میشه و یا به نام داعش قلمداد میشه، منتها هدف شما ای است که تاجیکا را بزن، یعنی میجا یک 10-11-12 کادر تاجیک از بین ببر، جایش بیار افغانای 12 پاس بیار در سارنوالی در دادگاه جا به جا کو. این برنامه افغانیزم بود، این را مردم باید بفهمه و تاجیکای ما باید هوشیار شود که اصلا طرح ترور تمام تانه اینا میریزن. اینا یک قوم ستمگار جابر بیرحم قاتل هستن. اینا از ببین هر زمانی که یک نفر صدای خود تا بالا کشیده از اقوام دیگه به خصوص تاجیکا عاجل سرش بریده شده، سرش زده شده. مثال طاهر بدخشی را وقتی که میگفت که روشنگری میکرد، میگفت که باید اقوام دیگه هم وزیر داشته باشه، وکیل داشته باشه، پادشاه داشته باشه. طاهر بدخشی را کی شهید کرد؟ مجید کلکانی را کی شهید کرد؟ امیر حبیب‌الله کلکانی را کی شهید کرد؟ استاد ربانی را کی شهید کرد؟ احمد شاه مسعود را کی شهید کرد؟ با می شکل حتی دور نمیریم، اینمی دوره جمهوریت همگیتان به چشم سر دیدیم که تمام بازماندگان مجاهدین بچه های مقاومتگر از سرانش شروع، از مولانا سید خیل شروع تا جنرال داوود شهید تا همه و همه تا حتی سربازایتان گروه گروه در بیزها یک جا برده، یک بچه افغان بالایش پیره بود، در تایم پیرش کلن طالب را داد بیا گفت کلش قتل عام کن، خودش هم تفنگ خود گرفت گره رفت طرف چیا؟ طرف گروه طالبا. ببینید این همین قومی که سالها شما را سلاخی کرده، سالها شما را میکشه و سالها ایت کدامتان از پیش از اینا اصلا جان در امان برده نمیتانین تایی که یک پارچه نشین، تایی که اتحادتان ایجاد نکنین و تایی که دشمن شناسی نکنین، تایی که دشمنتان نشناسین که افغاناست، شما در هر جای کشور ترور میشین، کشته میشین، حتی در بیرون از کشور کشته میشین، به خاطر که یک قوم قاتل و ظالم و جابر و قتال طریق است. اینا در هیچ چیز بندواز نیست. کشتن انسان پیش از اینا با مانند کشتن یک پرنده و یک پشه است، قطعا در شما رحم نمی کنه. شما آگاه باشین، دشمنایتان رو بشناسین. میگه یک بیت بدل است، یک بیت معروفش است که امور که میگه که خم خم رفتن صیاد بر قتل مرغان است، توازوهای دشمن مکر صیادی بود بدل، که خم خم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است. ای که اینا خم میکنن خود توازو میکنن برای تو، تو را میگه که برادر مستی و ما ایت مشکل نداریم، تو نور چشم مستی. هر فره که میزنن یک دامی است که تو را فقط یک دانه است که تو را در دام میارن و سرت میبرن. هر توازو، هر عق گذاری از اینا، هر برادر گفتن از اینا به خاطر ترورتان است، به خاطر کشتنتان است، به خاطر نابودیتان است. اقوام تاجیک، هزاره، ازبک، هوشیار شوین، دشمنتان را بشناسین که دشمنتان نهایت بیرحم و قصص القلب است.
در هیچ مورد شما رحم نمی‌کنه. استاد شوا به شما برمیگردم. امان الله میاخل، وقت شما درخواست روان کردین در یک برنامه دیگه آمدین دشنام دادین. ببینین بچه اوغان، اینجا اگر ما میاییم حرف میزنیم در چوکات ادب و آنچه که واقعیت های عینی جامعه است به زبان میاریم، هیچگاه برای خود ما اجازه نمیتیم چی کسی که مهمانی در برنامه باشه، چی کسی که پایینی برنامه باشه، خدای نخواسته بهیم الفاظ زشت و رکیک ناموسی به آدرس از او داشته باشیم. اینه میره ما ننگ میدانیم به خاطر چی که هر انسان با ناموس مقابل را دشنام نمیتم. من متاسف در تو دهی هستم که حال چطور با کدام وجدان خودت باز هم دوباره درخواست روان کردی، منتظر هستی که من تو را بالا بیارم. مگر تو همو آدمی نیستی در برنامه دیگه دشنام دادی پایین رفتی؟ حالا خب در این بحث اگر ما آمدیم مثلا فروتن صاحب از یک سوراخ، فروتن صاحب از یک سوراخ دوبار یک آدمه که ما رو بگذر به نهایت حماقت او شخص نشان میده. یعنی ما اگر اینجا میایم برنامه میگیرم میگم که دیدار احمد مسعود وقتی جان مکال تاریخش هم شخص میکنه، ما در فضای مجازی متوجه شدم اونو آدمی که به نام سمی سادات در داخل افغانستان بر رتبه جنرالی که مشهور به کون جنرال است رسید، از آدرس خواهرش مگر نبود؟ فضلی گروپ ایشان را ارتقا نداد؟ حال و خوشحال سادات مگر شما امو سارنوال اسبق را حرفایش در موردش نشنیدین؟ و امی کون جنرال دوتا که از آدرس مردم افغانستان حال میرن دیدار را با جان مکال می داشته باشن، چرا در گذشته ای اتفاق نفتاد؟ چرا اینا وقتی بعد از اینکه خبر آمادگی جان مکال دیدارش با احمد مسعود زمانش تعیین میشه، سمی سادات و خوشحال سادات اونجا در امریکا میره ولی بچه های دیگی که تعلق به بشک زرد دارن در فضای مجازی میاین احمد مسعود را یک انسان عجیب، یک آدم خودفروخته، گویا یک کسی که اختیار خود را نداره با امریکایی ها دیدار میکنن. این در کجای دنیا است که یک جریانی که 3 سال است در هفته 40 میلیون دلار میگیره، ملا برادر و همسالم هر لحظه دیدارش با دیپلمات های امریکایی و سازمان سیا در قطر صورت میگیره، این شد کار خوب به منافع افغانستان و دیدار احمد مسعود که در دفاع از تمامیت ارضی و ناموس ملی و باز کردن دروازه مکاتب و دانشگاه بر رخ بانوهای مظلوم و به حسارت او سرزمین تلاش میکنه، با دیداری از این مخالف منافع ملی. او بچه اوغان، تو را خدا سوگند میتم یا سم سیده تفکر انسان پیدا که آدم واری بیا قضاوت بکو، یا ای است که بدن همین رنگتون را از همین زیر لایف ما هم در کامنت هم در حضور گم کنین. اگر دشمنی میکنی دشمنی مرد باش. شما خو مرد نیستین. در همین تایی 20 سال اینمی کلان کلان رهبرایی که امروز از آدرس طالب در رکی قدرت تکیه زدن ده هزار تنبانی عدیش ظاهر میشد. مگر همین دروغ است؟ یعنی شما نه تنها که در برابر ما لباس زنانه پوش بودین، از قفا خنجر زدین و هنوز که هنوز است زیر عناوین مختلف بازم یک ماسک در روی تان گرفتین، میایین فحاشی میکنین، توهین میکنین، تاخیر میکنین، شرم کنین بده. امی تو را ولی امی امان میداخل من تو را بالا کش میکنم تصویر تیلاک ولی اگر دو زدی به امی مادرت امی دمیم شب که کلی مرا ملامت کنه 100 تا حرفی زشت و گنده نگفتم بگو فروتن آدم نیستی. با بچه تو تصویر تیلاکو امان الله میداخل تصویر تا باز کو. یک دقیقه. ای خدا سوگند قسم میخورم که امی تو دشنام بتی. ما خود امی طول عمرم برای امی مادر کسی چیزی نگفتیم. بی که برای امو زنی که ترا ولادت کرده به دنیا آورده ما چی پیام میداشته باشه. سلام علیکم. خود سلام برسی که بعد لسلام قطاسو چرت اشرف غنی تا یا بلت توهین وکر تا خود خور و مور خیلی قسم پا خودی سیل آقا بزرگان رو دیم در پیرسم سیتا وقت بزرگ وای نیبی بچه اوغان در چوکات ادب من حق دارم تاریخ من بیایم وضاحت کنم گروتانا گوه گونیستا ما تا سپک نسبت مکو از ایس کلم تا سپک نسبت که ما تا سپک نسبت وکو تا ما تا بیخی احمد نلاری. آل تو بی بی تو دشنام دادی مرد خدا، وقتی میایی در یک بس یا با منطق دشنام بخ... اگر من میایم میگم اشرف غنی یک انسان پس فطرتی بود که وطن ما را تباه و برباد کرد،
حق دارم، مگر رئیس جمهور افغانستان نبود؟ سعی کو ما که دشمن داشت، ما که داشت چی دادم دو زدم با خاطر عزیز زدم که تو اشرف غنی اینمی شیوا ایتو رتو بات اینمی عالم رئیس تی افغان، شما سر افغانستان چرا گپ میزنی؟ شما خود افغانستان نیست، خودت میگی ما افغانستان، ما افغان نیست، افغان نیست، سر افغانستان چرا گپ میزنی؟ افغانستان، افغانستان ملک 70 پشت ماست. افغانستان، افغانستان شما گوش به شما یک پشتون زنده باشه شما افغانستان است. شما باداورده های کوی سلیمان صاحب وطن نیستین، صاحب وطن ما هستیم. ما وقتی که حرف میزنیم در رابطه با وطن ما حرف میزنیم. اگر باز هم بگویم که آقای امان الله باز هم بگویم که استاد شیوه یک لحظه قدامت تبرمه ثابت کو این همی گپ این همی گپی ما را بشنه قبول میکنی یا نمیکنی او گپ او چیز شما است. اگر یک آقای امان الله میاخیل آقای امان الله میاخیل بابا پشتون، پشتون چی هست پشتون؟ تو پشتون نیستی، تو افغان هستی. پشتون اون طرف دیورنده است. به هر قیمت شوه اینمی تو بچه افغانی که از کوپایه های سلیمان آمدی خود مالک اونو وطن میدانی، نام اونو وطن تغییر میتون، تذکیری اونو وطن باطل میکنم و اینمی تویی که اگر ششت انسان وردارون سرزمین با ما هم وطن شدی، خب در غیر از اون کوپایه های سلیمان در اختیارت برادر. اگر مرد هستی برو افغانستان. خود تو صبر کو که میریم، تو حوصله داشته باش. ما را به زور ما را در وقت احمد شاه مسعود دیدن دیگه. کل پاکستان دارا ما ارده بودین، زور ما را خود دیده بودین. نه آقای امان الله میاخیل اگر جای ثابت نداری پایان از مندازم. رئیس هست، از رئیس میپرسم. جای ثابت نیست را رفته رئیس بزرگوار. آقای رئیس خوش آمدید ای برنامه. دیدگاه نظرتان در مورد دیدار احمد مسعود و قبل از اینکه سمیع سادات و خوشحال سادات با امریکایی‌ها دیدار با جان مک‌کال دیدار داشتن و یک تعداد کسایی که آمی طالب است گفتن که گویا رایی که احمد مسعود میره کارش غیر اسلامی است، اما ملا برادر و ملا ایبت الله که چفتی 40 میلیون دلار میگیره و هر هفته در قطر از آدرس قنسولات افغانستان دیدار دارن با زور حلال میدانن. حلال و حرام ازی به صفت بچه افغان خود چه قضاوت میکنی در چی است؟ اول خو سلامونه ټول افغانان ورونو ته. بل خبره ده درته کوم چې توهین به ګوري امانه نه به ته توهین کوي نه به شیوا صاحب توهین کوي ګوري. زه اوس هم صاحب نه ورته وایم امانه مشر دی پوه شوې. د دې له خاطره چې مونږ افغانان یو پښتانه یو پوه شلې دومره احترام عزت راکې دی مونږ ته مور او پلار او د خپل افغانیت خپل پښتو دره خودلی دي چې مشرانو ته عزت ورکړه که هغه د څومره مخالف یم. او دا مې درنه هیله ده شیوا صاحب چې پوه شي توهین ونه کې غلطه خبره ونه کې که چېرته خپل عزت در باندې ګران وي او د بل عزت ته پوه شلې په بده مه ګوره. پاتش ولا خبره دی هغه دا کوم خبره چې دی احمد مسعود خبره دی راوړی دی موضوع دی په دی راوړی په دغه باندې زه خاص خبر نه لرم. خو کوم څلوېخ میلیونه ډالر چې افغانستان د طالبانو ته ورځي هغه مؤسسو ته ورځي هغه طالبانو باندې که ته کوم ثبوت لري کوم سند لري شاته د عکس غوندې خوا کې ودروه وی لګوه کتی نه لګوي شیوا صاحب دی ولګي وده وایي چې پوه شولې دغه دی ثبوت دی اسناد چې کوم څلوېخ میلیونه ډالر افغانستان ته ځي طالبانو ته او دا طالبانو ته ورکول کیږي او مونږ به در سره ومنو بغیر د لغې نه پوه شولې. هر سړی خبرې کوي ځکه څلوېښت میلیونه مونږ ته هم مسافرې نه دی واضح شوي. مونږ غټ مبارزي ناصیب دی ټول په دې باندې پوه شولې خبرې کوي. څلوېښت میلیونه ډالر روان دي ولې پته نه چې چیرته ځي. خو دا واضح ده چې هغه کومې خیریه بنسټونه دي مؤسسې دي د هغو ته ورکول کیږي. سلامت آقای ساشیوی بزرگوار. ای هم وطن ما میگه که گویا هفته 40 میلیون دلار امریکا برای طالب نداده و دیدار ملا برادر هم که هر دقیقه با امریکایی ها در خطر می داشته باشه این کار میکنه. نه ببین فروتن صاحب، اول خود سلام دارم خدمت برادر افغان ما امپراتور نامشان است. تو رئیس گفتی؟ ببین خودت گفتی هفته 40 میلیون دلار فکر کنم عمود من برداشت کردم چون من پشتو رو نمیفهم. گفتی 40 میلیون دلار برای طالبان هم میته، برای مچم نهاده ها میته، برای دفاتر میته، چه رقمی برای نهادهای خارجی. ببین وقتی که 28 نفر افغانستانی دیپورت میشه از آلمان در میدان هوایی وقتی که اینا را دستبند زدن آلمانی ها تسلیم میکنه برای طالبان، طالبان اولین کاری که میکنه یک یک هزار یورویی که در جیب از اینا دولت آلمان جیب خرچی گفته داده اول اونا را میگیره.
اولین کاری که میکنه یک هزار یورو نقد از اینا را از جیبشان طالبا میگیره. وقتی که چشم یک گروه عریس گشنه در 1000 یورو یک مهاجر تازه دیپورت شده باشه، او 40 میلیون دلار ماهانه در کشور داخل شوه، او امی منطق خود دمی عقد و اجازه را برد میته که تو امی قضاوت کنی که او 40 میلیون دلار در جیب طالب نمیره، در جیب دفترهای خارجی یا نهادها میره. ای خود منطق سالمی را قبول نمیکنه، به خاطر که یک نیروی، یک گروه جنایتکار جانی و ظالمی که حتی در هیچ چیز رحم نمیکنه، در یک مهاجر تازه دیپورت شده هم رحم نمیکنه و این قدر سرتنبه و جاهل است که سازمان ملل هم میگه که من نماینده تا کار نیست، رایی نکنی در کشور ما. اویی که بندواز نماینده سازمان ملل متحد نباشه، او اصلا بندواز یک دقیقه با همزمان آقای رئیس صحبت نکنین، بگذارین افایش سوشه و تکمیل شد باز شما آقای سوهر کمره نداشتی پایینات او وقتی که بندواز او وقتی که بندواز سازمان ملل متحد نباشه، او بندواز یک دفتر خارجی است که 40 میلیون دلار هفته در دفتر بیاید و او دفتر هم در ساحه طالبانی باشه و طالبا بگه که آه بیادر خود قانونی برای تو آمده، ما کار نداریم، تو خودت میفهمی مصرف کردن پتلون او اعضای دفتر هم میکشه از جانش، میگه پیسر ایجا نخت پرتو بعد از او باز در او دفتر بشی، در غیر صورت پدرت هم در او دفتر میگه شیشته نمیتانه. او پیسه اصلا از میدان هوایی که میآید او تقسیم چند کود میشه توی را خبر نداری، تقسیم سهم قندار علایده میگیره، سهم اقانی های غلجایی علایده میگیره، سهم کسای دیگه که در بدخشان از قاری فضیودین اینا علایده میگیره، او پیسه چند تقسیم در خود درون کابل در روز اولی که میرسه میشه، تو ازش خبر نداری هنوز. شیوا با شما برمیگردیم قبل از اینکه از رئیس پرسش شما را مطرح بکنیم. دوستای عزیزی که پایین برنامه هستن لطفا با شریک کردن، شیر کردنتان بحث امشب ما را حمایت داشته باشین، ولی یک چیز موافقین و مخالفینی که در برنامه فروتن صاحب نه فروتن صاحب همین دوستای خود ما و شما که دمی لایف هم نمیدن، من اونا را نمیبینم. به هر صورت قبل از اینکه از رئیس پرسش ما را مطرح بکنیم، ببینین دوستایی که در پایین برنامه هستین لطفا برنامه ما را شریک بسازین. دیدار احمد مسعود را یک تعداد میآید که خلاف منافع ملی افغانستان است، چرا با جان مکال گویا میبینه، اما دیدار ملا برادر پولی امریکایی ها که از طرف سازمان سیا به کابل میآید بازو هم حلال میشه هم به منافع ملی میشه، اما احمد مسعودی که در دفاع از او وطن سینه سپر کرده میخواید دروازه مکتب را برخ قشر اوناس مظلوم و بیچاره و سرزمین باز بکنه، با دیداری از این با جان مکال حرام گفته میشه. اینمی حرام و به نام افغان، افغانیت و اسلامیت از این واژه آنقدر یک عده سوء استفاده کردن که حال میاین میار اینمی است که محق قرار میتن هر چیز به منافع قوم و تبارشان بود حلال است، به منافع قوم و تبارشان نبود حرام است. بنان درمی مورد اگر ما میایم صحبت میکنیم با دلایل منطقی بیایم بحث کنیم، هیچگاه خدای نخواسته حرف ما تحقیر و توهین نیست، تاریخ وضاحت دادن وطنمون کاری درستی است. هم وطنای عزیز شما یک بار کمی فکر بکنین، کندک های انتیاری در افغانستان امروز در چوکات وزارت داخله افغانستان، وزارت داخله و وزارت دفاع افغانستان فعالیت میکنه، همه ما و شما آگاهی داریم، ولی وقتی عملی انتیاری در دروازه سارنوالی میشه هم زبانای بدخشانی ما پاره و توته و به خاک خون میتپن، بعد امارت میایه میگه این عمل غیر اسلامی انجام صورت گرفته و یک آدرس مجهول که بار بار سخنگوی طالب گفته که داعش در افغانستان وجود نداره، بعد میان برچسب میتن که تعلق به داعش داره. باور داشته باشین در برابر ریاست سارنوالی انتیاری که خود ترقانده تعلق به وزارت دفاع طالب داره، یعنی هیچگاه دست طالب نمیتونه که از این دست خود بیرون بکنه. در نظام جمهوریت بار بار ریاست سارنوالی زده شد، امارت اسلامی مسئولیت گرفته بود، این اتفاق تازه هم که هموطنهای ما پرپر شدن تعلق به امارت داره. آقای رئیس خودت به صفت یک بچه افغان وقتی میایی کتمان حقایق میکنی امی پیش وجدانت نمیشرمی؟
نه خبره داسې ده کنه چې کله حقیقت څرګند شي، چې کله حقیقت وړاندې شي، موږ باغ وخت کې پوه شولې په خپل وجدان سره، موږ بیا هلته موږ خپل وجدان ته خجل را شو، ولې دلته حقیقت نشته دی، دلته پوه شولې ثبوت نشته دی. تاسو دې هر چی ثبوت را پیدا کوئ په شای لګوي، ولې ته دې ثبوت نه لرې چې دغه څلوېښت میلیونه اول چرته دي. او بیا شیوا صاحب دا خبره کوي چې مسخط کوم افغانان چې د المان نه ډیپورت شول، د هغوی څخه پوه شي طالبانو دغه زر یورو چې کومې ورکړې وي دوی ته بخشیش یا خرچي هغه د جبونه ورنويستلی دي. د دې دوی ثبوتي کلاري زید سره منم. اول انتقاد ما پښتون ورور در باندې کوي، ور باندې کوي پندې طالب باندې، ایتانه موږ خمو مبارزین هم لرو، خو سیاست مدار هم لرو، دیتانه خو لیپونه مر باندې زی په طالب باندې نیوکه هم کوي، په طالب باندې موږ هم نیوکه کوي. دا موږ حق دی، افغان حق دی، چا باندې چې نیوکه کوي د خپل وصولو په اساسیت سره، په خپل سیستم سره، په ادبانه ور باندې نیوکه وکړه. زه دې ترڅنګ ولاړم، هو ولیدا نه چې ته په طالب باندې نیوکه کوي، ورسره یادوي ټول افغانان، ټول افغانان ته ورسره توهین کوي. دا غیر اخلاقي کار دی، دا غیر انساني کار دی، یعنی دا بیخي غلطه دی. او شیوا صاحب بل خبره دا وکړه وې کومې دغه پیسې یا د څلوېښت میلیونه چې د افغانستان ته طالبانو ته ورکول کیږي، دا کاندار ته ځي او نه پوهېږم چې بلې کوم ځای کولو، کابل ته ځي که هغه ته پکتیا ته ځي، چېرته ځي نه پوهېږم، او بدخشان ته ځي. آیا شیوا صاحب محترم که دا ثبوت چېرته تا سره در سره وي، دا خو د افغانستان خلکو سره لوی خیانت دی. زه دې تر څنګ ولاړ یم، ته ماته ثبوت راوړه، زه در سره منم. غیر د ثبوت، غیر د حقیقت نه پوه شولې، تاسې مونږ په کوم دلیل تا سره مونږ د طالب په وړاندې نیوکه وو؟ مننه، سلامت باشه آقای رئیس. آقای سایل نه، من جواب امیر یک کتاب تو ببین گوش کو. امپراتور یعنی صدها ویدیو کلپ از بانوای امی کشور نشر شده که هم مگیش اعتراف میکنه که در درون توقیف خانه طالبا بالای ما تجاوز گروهی شد، مرا لباس ما کشید، مرا ای تر کرد، او تر کرد. و اون را بدخشان او دکاندار خبر دیدا. نه ببین ببین، من مثال میتونم برات، من مثال برات، درست است، من مثال برات میتونم. ببین این امیره صدها کسی از سخنگویای قوم افغان آمده در لایفا گفته دروغ است. او حتی در برنامه لشکری یک سخنگوی وزارت داخل طالبا میگه دروغ است، او دخترها که این گپا را میزنن به خاطر که کیس برشان جور شود که خارج برن این گپا را میزنن، این دروغ است، این را قبول نکنین. در حالی که او دختر در خارج شیشته این گپا میزنه، او برآمدن نیاز نداره دیگه، وقت برآمده و در آلمان شیشته جریان میگه، در کانگریس آمریکا میره میگه که او دختر، اما دختری که خوب یک نامک داشت، شهدیه نام داشت، اینام داشت، گفت که ادا ادا داخل کانگریس امریکا میگه بالای ما تجاوز شد، بالای ما یعنی تو کار صورت گرفت. او دیگه در کانگریس امریکا پایش رسیده، چه نیاز داره که در خود بدنامی خلق کنه؟ یعنی که اونو سنداره شما منکر میشین. حالی که ما یک کسی که از درون تورمثال بدخشان برای ما از جمع پرسونل قاری فصیح الدین برای ما زنگ زده میگه که اینی طور پول در اینی روز در اینی ساعت برای ما رسی، ما او را برای تو صدای شریکارت کرده بکشم بگویم که آه اینی فلانی ولد فلانی است، در قطعه قاری فصیح الدین وظیفه داره، اینی گزارش برای ما داد، امو رقم دیگه. یعنی که ما برای تو سند ویدیوی دختره که زنده از خودش نشر کنم که در کنگره صحبت کرده، تو قبول نمیکنی؟ میگه نه، من هم در دروغ ده. تو را دیگه میگه مولانا میگه، میگه چون این سند قناعت نمی شود قانه. یک دقیقه مولانا میگه سایکو امپراتور، مولانا میگه میگه چون این سند قناعت نمی شود قانه، بهانه جو به کجا به بهانه میماند. وقتی که اهل قناعت نباشی، یک شهر تو را قناعت داده نمیتونه، و ای که تو بهانه جویی کنی بگویی که من قبول ندارم، همه پروردگارم که وای برای جبرئیل را ای کنه، میگه من قبول ندارم دیگه، این دروغ است، این دروغ است. ببین ما مشکل در کجاست؟ مشکل دینمیج است، مشکل دینمیج است. ما یک تبسته که سایل ما مشکل دینمیج است که شما اینمی تنها نمنوم قبول دارین و یک رنگ در هر برنامه چهار پایتان در یک موزه میکنین، میگیم قطعا اینمی گپ دروغ است، یا برو جن از کوی قاف بیار، یا ما قبول ندارم که جن وجود داره. ای اصلا منطق بحث نیست دیگه، منطق بحث روی یک سند. حالا شما یک سند
عکس فتوشاپ شده احمد شاه مسعود هم میکشین مثلا که دیگه انگلیسی استاد شده میگن ای نبی بین احمد شاه مسعود مثل این که چند پیش یک چیتان تیک تاکرتان یوتیوبرتان در امریکا زندگی میکنه و آدم یک صحبت احمد مسعود ماند که احمد مسعود در اون صحبت در بی بی سی کده بود صحبت ها. قوم کاپیسا و پروان تعریف میکنه میگه مردم کاپیسا و پروان مردم مجاهد است دوست داشتنی است من دوستشان دارم مبارزه کردن فداکاری کردن ایرا از امون صحبت یک صدای دیگه شا ماندن میگه طالبه اول میگه احمد مسعود طالبه من دوست دارم طالب مبارزه کرده طالب فداکاری کرده طالب از این وطن است یعنی ببین صدای اونو قسمت گپ از ایرا اوسو میکنه مردم پنشیر رو اندرا بشه در جایش طالب میاره و اونمو ویدیو جعلی رو میپرده پینجا صفحه اوام او را شیار میکنه میگه ببینین صدای احمد مسعوده که درباره طالب چی میگه این دروغ قبول میکنین اما صدها راستی را که کلام خداوند هم باشه قبول نمیکنین میگه نه نمانم در دروغ نه در فوتوشاپ شده در دروغ این مشکل شماست این مشکل شماست رئیس اقلیسان رئیس اقلیسان بسم الله الرحمن الرحیم به نام افتی شهدای 76000 کابلی ما که شهید شده و روح همشان شاد میم سر سخنای فروتن در کابل 76000 نه 10000 نفر کشته شده دروغ دیگه بسته کو خو نوبت بده دیگه چرا واسطه میکنی قطعا دروغ نگو دروغ نگو پیش ما دروغ دروغ نگو نمیچلا فروتن چه دیالوگ میگه شما یک لحظه دروغ نگو دروغ نگو اگر مسلمان هستی اگر مسلمان زاده هستی مرا آمار تک 76000 کابلی در کجا کشته شده بکش آمار تک آقای شوا بکش بچه افغان آمار تا بکش دروغ نگو استاد شوا لطفا بگذار گپت یا نسل دروغ گوی میایم به جواب آقای فروتن احمد مسعود اگه با کانگریس امریکا ملاقات کنه هیچ پشتونی تابان نامده که لایف گرفته باشه که چرا میکنه جوان است با هر که صحبت میکنه اگر با منافی کشور میکنه ما تمجید تقدیرش میکنیم تقدیرش میکنیم و کار خودش است و ای که شما لایف گرفتین بالا ازی که آیا کدام پشتون تابال چیز گفته تابال چیز نگفته و ایره ما با اونید برد عصیب زواق عصیب زواق لایف گرفت دو روز از عصیب زواق لایف میگیره هم عصیب زواق هم عزیز پولاد لایف های شما تو نمیبینی ببینی هم منکر میشی دوستای عزیزم خواهشم همزمان صحبت نکنیم بیبی آقای گلمن تخلص گذاشتی بعد از مرگ پشتونی پاکستانی هموطن وقتی خودت ملا برادر ملاقات میکنه با سازمان سیا رئیس سیا در قطر کل مردم کف میزنه و میگه حتی میان چراغ سبز نشان میتین که نه دیدار ملا برادر دروازه مکتب اعلام میشه و حکومت طالب به رسمیت میشناسه هفته 40 میلیون دلاری که پولی برشان داده میشه حلال اما میگن ملاقات احمد مسعود با جان مکال حرام است خودت به صفت یک بچه افغان به امی باورم هستی بی بی من میگم ملا برادر که از صاحب مملکت است فعلا صدر اعظم کشور است ملا برادر 20 سال جهاد کرده شما وره کلابیار از وطن ای کردن فعلا نر وره پادشاهی میکنه یکی شما و کسای فراری هستین که همونه که کمرش جنرال حمید فیض در کابل بسته کرد رئیس آیدان ملا برادر میگی استاد شما بزار حرف دیا ملا خواهر استاد شما بزار حرف دیا ما یک معلومات دیگه براتون میتونم بگم. آدمی آدم تیاری آمریکایی که جمع ملا برادر و ملا ایبت الله را در کندار تایید پایان کرد نمیبینم. آله بیزار خیر قضاوت دستی همی آدم دیدگاه نظر شما قضاوت میتونم براتون. من نظرم میخوای یا نمیخوای؟ بی بی ما که به حیث یک رئیس جمهور همیشه ملا برادر میگه ملا برادر رئیس بیدار و رئیس جمهور و کشور از هر چی که بخواه میتانه یکی دوم عزیز که ما برای شما یک قصه براتان کنم یک دقیقه براتان میگم یعنی منظور گلمن منظور تو بچه اینمی است که یعنی اوغان صاحب اونمو وطن از هر چیزی که دلش شد انجام بده حق داره اگر خودت کدام بخش متوسط خوندی معالیش خوندیم او بچه نگو گپ گوش که من قصه برات کنم یک دقیقه مرا وقت بده من درباره یک کس از برات میگم که آقای شیوا در جواب سوالت هم میگم همو کارگری که همو دروازبانی که در سرای بود همو که بندی شد در وقت جمهوریت در کدام کیس بندی شد همو امتبار خودت ازبکی تا و بلخیر بندی کدی یک
امو که دخترش بردی بر عطا و 14 ساله دخترش جوابش دادن با توین معلومات بر خوارت را برده بودن خوارت در توین کردن شخصیت کردن اینجا نیست که تو بیایی دروغ حرف بزنی به هر صورت. آقای رحمانی مایک تو نباز بکنین درود بفرمایین. سلام عرض کردیم جناب فروتن جناب استاد شیوا نسل استاد شیوا از وقتی مخالف آمد یعنی اتفاق میفته دوستای ما در این برنامه چی رو میگه نگاه کن من توهین میکنی نه کوی رقم بزرگ آدم هستی آقای رئیس مایک تبر کن برای این انتخاب تا نوبت داشته باش. آقای رحمانی سید بفرمایید. ببین جناب فروتن اگر شما از اینا انتظار داشته باشی که برای شما راست و وجدانی حرف بزنن خود انتظار بیجا هست. نطفه این مملکت با دروغ و درم گذاشته شده، نطفه این مملکت با جهل گذاشته شده. از زمان پیدایش مملکت به نام افغانستان این حاکمانش دروغ گفتن تا الان که امروز که میبینی که امروز گپ میزنم. به جوابی دوست ما باید بگم که اولا هفته 40 میلیون نیست، اشتباه میکنه، هفته 80 میلیون دلار است. طبق آخرین گزارش سیگار طی 3 سال برای اینا 21 میلیارد دلار در اختیار طالب گذاشتن. بیشتر استاد شیوا یک نکته خوبی را اشاره کرد، من با یک نکته دیگه براتون اضافه کنم که طالبی که از سر چوک یک کارگری که میره به مردی کاری 50 روپیه جزیه میگیره، او به پیسه 480 میلیون دلار نهاده اینجور رم میکنه، این دروغ محض است. شما به قول احمد که قرآن هم برات میگه شما به قرآن اعتقاد نداری، به اون کتابی که پت خزانه است به اون اعتقاد داری، اولا چیزی به عنوان انسانیت مسلمانیت در تمام در وجود پختونی که به پشتونوالی اعتقاد داره نیست. از اینا انتظار انسانیت نداشته باشه، انسانیت میداشته کشور به گند تبدیل کنی، آوارا و بدبخت مردم بیچاره کنی با برتری طلبیتان. امروز نام پشتون، نام افغان در کل دنیا بد است، از لکه ننگ افغانیت تو در تمام دنیا بد است، لکه ننگ تو در گردن ما مندوزی، در گردن آقای شیوا مندوزی، در گردن هزارا مندوزی، در گردن ازبک مندوزی. ما اول این کار کنی که همین لکه ننگ، همین توق لعنت از گردن ما دور مندازیم. ما نیستیم. تو اومده امروز لابیگری طالب میکنی، خوار خودت ایجا در مکتب میره، زن خودت ایجا در دانشگاه میره، دختر خودت دانشگاه میره، او دختر سرزمین من اجازه و مکتب رفتن نمیده، اجازه و دانشگاه رفتن نمیدی. امروز هم اومدی لابیگری رو میکنی. ما قبلا براتون گفتم که ما با شعر قبلا چیزار ممنوع که موسیقی رو ممنوع کرد، امروز یک چیز دیگه رو شنیدیم که میگه واژگان فارسی رو یک مکتوب دیگه دادن به تمام رسانه‌های افغانستان که واژگان فارسی را کلا ممنوع کنید. فارسی یعنی واژگان ایرانی. ما گفت پیش بینی میکردم که امروز به این روز میرسیم که ما واژگان ایرانی یعنی او تعریف نداره، هر چی که فارسی باید ممنوعش کنن. ما سرشته سخن با آقای سپاس آقای رحمانی بزرگوار. درود آقای بختیاری بزرگوار، مایک تان باز کنین از شما میشنویم. درود فروتن عزیز، به خودت، به رحمانی صاحب، به استاد شیوای بزرگوار. متاسف یک کار ناگهانی پیدا شد، تصادف ناوقتر آمدم این مان برنامه، فکر کنم همی موضوع مکال است که با بله. احمد مسعود دیدار میکنه، درست؟ بله دقیقا دقیقا فروتن گرامی، واقعا یک نوید بگویم یا یک خبری بسیار خوش است، به دلیلی که حداقل دنیا بعد از چیزی کم 4 سال به این باور رسید که گروهی را که اینا در حدودا 4 سال اکمال کردن از لحاظ مالی، از لحاظ لوجستیکی، اونا به امو باوری که در گذشته بودن که تروریست اینا میدانستن، او را به امو باور باقی ماندن، هیچ نوع تغییراتی در روششان، در عملکردشان، در طرز فکر و دیدشان ناوردن. بناهن امروز دنیا متوجه میشه آهسته آهسته که اینا یک اشتباه بسیار کلان را مرتکب شدن که حداقل اونا به زودی نخواد بتانن او را جبران بکنن. از جمله چند میلیارد یا چند میلیون نه که میلیارد دلاری که اونا تجهیزات نظامی در اختیار طالب ماندن گرفتن و بعضی مسائل دیگه ای را که اونا
به این فکر بودند که میتوانند توسط او طالب را بیارن اهلی بسازند، طالب را انسان بسازند، طالب به حقوق زن باور کنه، به حقوق بشر باور پیدا بکنه، که متاسفانه او خیالا عملی نشد، در حد یک خیال باقی ماند. امروز دنیا تصمیم گرفته که باید امو موقف خود، جهت خود نسبت به طالب آیستا آیستا تغییر بده و جریانهای دیگه ای که به ضد طالب است اونا را به رسمیت بشناسند، اونا را حمایت بکنند، حداقل امو اشتباهاتی را که اینا در گذشته کردن تا جای اشتباهات را جبران بکنند. من این بازدید یک بفال نیک میگیرم، یک بازدیدی حداقل پردستاورد میدانم، چون وقتی که احمد مسعود یا سایر جریان های مخالف طالب زمینه مساعد میشه میرن در کانگره صحبت میکنن یا به امریکا با سیاسیون امریکایی دیدار میداشته باشن، بعضی بینش های اشتباهی را که سیاسیون قبلی امریکا به خوری مردم داده بودن او در حقیقت تغییر میکنه و همی است که مردم هم دولت امریکا را فشار میارن آهسته آهسته می حمایت هایی را که از طالب داره، حداقل اگر سایر گروه ها را حمایت نمیکنن همین حمایت هایی که از طالب میکنن حمایت بگیرن بگذارن طالب با همو فکر و مفکوره ضد بشری که داره، ضد انسانی که داره، با خودش درگیر بمانه و خود به خود از بین بره. و من به این باور هستم، من ایسی کسی که حداقل از وضعیت افغانستان آگاهی دارم، به یقین کامل گفتم میتونم در صورتی که دنیا حمایت خود از طالب قطع بکنه، طالب به هیچ عنوانی حتی نمیتونه اون جنگجوهای خود اکمال بکنه، چی برسه که به سایر بخشهای حکومت پول بده، بودجه بده، نظام خود استوار بمانه یا زنده نگه بکنه. بینشی ما از واده قسمتی بعضی دوستای جا حرفایی را زدن، با تاسف یک فکری گنده ای را که همی بعضی پشتونیزم ها یا اعضای قبیله دارن نیست که اونا همیشه هم منابع و مؤاخذی که صحبت میکنن پتا خزانه است و کتابایی است که اونا خودشان اون را با خیال و با آرمان و چیزا نوشته کردن. از اونا با پوزش بین صحبت تا نامدم، وقت جان مکال در میدیا حاضر میشه تاریخ دیدارش با آقای احمد مسعود مشخص میکنه، ما دو تا از کنجنرالایی که در نظام جمهوریت از آدرس خواهر و از آدرس مادر جوانشان از طریق فضل گروپ برتبه های جنرالی از طریق خبیسترین چهره به نام اشرف غنی احمدزی رسیدن، اونا رفتن با جان مکال تصویر گرفتن و تصویر خود را در میدیا شریک کردن. چرا پیش از تقریبا چهار سال سقوط افغانستان ای آدم ها در امریکا و انگلیس بودن، هیچ حاضر نشدن که چنین اتفاق یا دیداری با آقای جان مکال داشته باشن؟ وقتی آوازه و رسانه ها حرف ازی میزنه که احمد مسعود دیدارش با جان مکال است، پس سمی سادات و خوشحال سادات هم تصویر خود را میرن میگیرن بعد همگانی میسازن. پیامد یعنی تصویری از اینا، تعبیر و تفسیر از تصویر از اینا نزد شما چی است؟ بفرمایید بزرگوار. فروتن عزیز، این کار از اینا دو پیامد داره از دید شخصی ما. یکی خو اینا به نوعی نشان میدن، یعنی احمد مسعود با یک کسی دیدار میکنه که او را ما هم میتونیم ببینیم، این او قدر آدمی مهمی نیست، این او را مهم جلوه نتن، یک موضوعشان همی است. موضوع دیگهش میتونه اینا بعضی دیدگاه منفی را در فکر مکال ترزیق بکنن، امو دیدگاه پشتونوالی و پشتونیزم و برای طالب شاید لابی کرده باشن، گفته باشن که از جبهه مقاومت طالب بهتر است، یا از این مسائل که بدون شک گپا را میگن. ما تا جایی که قبیله را میشناسم اینا قطعا به انسانیت باور ندارن، هر قدر گروه جنایتکاری که عضو قبیله باشه او را ترجیح میدن، یک فرشته ای که از دیگه قوم باشه او را اینا به هیچ عنوان ترجیح نمیدن. ما تا هنوز به این باور نرسیدیم که این مردم غیر از خودشان اینا بپذیرن. و یک موضوع دیگه ای که آدم میتونه روی این هم تمرکز بکنه، شما میفهمین آقای فروتن که دیدن سیاسیون یا سیاستمدارا خارج از کشور ما و شما، مثلا کشورهای امریکایی و اروپایی، اونقدر مشکلی نیست. وقتی که یک گروه یا یک فرد درخواست میده یا کسایی در اونجا برش وقت میگیرن، وقتی ملاقات میگیرن، اونا میتونن ببینن. مهمی است که در دیدار چی گفته میشه، با چی منظور بود دیدار انجام میشه و او کسی که این آدم میبینه در چی سطح از این پذیرایی میکنه و با چی
ایره به حیث چی نوا مخاطب میشناسه. ای بسیار مهم است. اگر من حیث یک چکری سایل دیدن یک عکس گرفتن یادگاری یا سیلفی گرفتن باشه خو ای خو یک گپ عادی است، ولی یک کسی را میار از آدرس یک کشور همراهش صحبت میکنه، من حیث یک کسی تاثیر گذار، یک بحث جدای دیگه است. آقای بختیاری، اینمی تاریخ افغانستان نشان داده که یک تعداد که از آدرس قوم پشتون در حرکه قدرت تکیه زدن در نقش یک غلام. اگر مردم میگه که فروتن اینمی را اتهام وارد میکنی، ما در نظام جمهوریت شاهد از این بودیم. وقت رئیس جمهور امریکا در بگرام رفت، نه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، او هم بدون از اینکه اداره افغانستان در جریان قرار داشته باشه، رئیس جمهور افغانستان در پس سرش تپ تپ کرده در صف سربازایش ایستاد کرد. یک ایده ای که همیشه نوکر بوده، غلام بوده نزد بیگانه ها، با ایدای عزیزه داشته که ارباب ما باشه. بنان اگر ما حرفی داریم با باداری از اینا باید داشته باشیم. غلام دیگه حرفش قابل شنیدن نباشه. غلام و او کسایی که 300 سال غلامی کردن، پای شومی بیگانه ها را در این سرزمینی به نام افغانستان کشاندن، بار بار این سرزمین زیر اشغال و استعمار بیگانه ها قرار دادن، اینا دیگه تاریخشان گذشته. دیگه نمیتونن از آدرس غلامی و بردگی بالای مردم ما اربابی بکنن. شما به می کدام باور هستین؟ آیا ممکن است این کتله غلام یک بار دیگه ادعای سلطان بودن و مالک بودن این سرزمین داشته باشه؟ دقیقا به نکته بسیار خوب اشاره کردین فروتن صاحب. شما در طول تاریخ کلانای از اینا یا شاه ها و رهبرا و زمامدارای قبیله را شاهد هستین که اینا نوکری خود در بخش های مختلفی از تاریخ کردن. شما ببینین به لا اله سوگند که اینا به ذره اگر عزت داشته باشن پیش بادار، به ذره اگر اینا را اهمیتی به تبرش بادار. ببینین ما یک مثال بسیار کوچک میتم. شما وقتی که احمد شاه مسعود قهرمان ملی میره به اروپا سفر میکنه، چقدر عزت میشه، چقدر احترام میشه سیاستمدارا یا دیپلماتای خارجی یا اروپایی به او آدم سر تعظیم فرود میکنن. وقتی که اونا در کشور خود ما میرن، شما مثال زدین آقای غنی را، دنیا دید که من حیث یک سگ امرایش رفتار، حداقل به سگ هم مردم احترام میکنه، ولی به این آدم احترام قائل نشدن. ببین امرای کلکش خله میکنه، جنرال های امریکایی هم تیلش میکنه پشت سر که پیش استاد نشه، از ما که پشت سر باشه. مزدور چی اهمیت داره که بیاد امروی ما یا برابر ما استاد شد؟ حداقل با اندازه جنرال امریکایی هم برش ارزش نمیده، پشت سر تیلش میکنه. شما کلیپ دقیق میبینید چقدر اهانت آمیز است. شما او را قیاس بکنین با احمد مسعود که با اروپا میه، عزت چه غنی هم میره هیچ کس طرفش نمیره، حداقل که ازش پذیرایی بکنه، ولی احمد مسعود میره ببینین با چی میزان عزت میشه، قدر میشه، ازش پذیرایی میکنن. اینا مواردی هستن که آدم نمیتونه مقایسه بکنه. یکی مزدوری میکنه، یکی از یک طرف میآید خود باعث یک طرف معرفی میکنه، جایگاهش معلوم است، معامله نمیکنه، چاپلوسی نمیکنه، تملق نمیکنه، ورزش خدا داره. تو پاس آقای بختیاری به شما برمیگردیم. استاد شیوای بزرگوار، امی یک عده که همیشه نوکر بوده، در نقش نوکر زمینه اشغال افغانستان مساعد کردن، ولی بالای اقوام ساکن و سرزمین ایدای اربابی دارن. پیامتون برای این مردم چی است؟ امی مردم باز دنبال چی است؟ آیا یک بار دیگه امی اربابی بالای مردم از آدرس غلامی نتیجه بخش است نیست؟ فروتن گرامی، این قوم خاصیت شمی است که بسیار پرروستن، یعنی که اونمایی که دینمی لایف ما تو به عزت شده امیال رفتن، اونمو آدم ها باز هم سبا با پررویی تمام میاین به عنوان یک بچه افغان. اینا خاصیت امو مگس دارن، صد دفعه هم که با پشت دستت بزنش بازم طرف دویده میان، به خاطر مقاصد و منافعشان و از هر گزینه استفاده میکنن. اینا یک سیاست مایکولیستی دارن. ببین فروتن گرامی، ما یک چیز میخواییم بگویم در ارتباط سفر احمد مسعود در چه امریکا. در روزگارهای گذشته وقتی که یک رئیس جمهور، رئیس جمهورها معمولا افغان بودن، وزیرایشان از اقوام دیگر برام، خصوصا بعد از کارمل یا، اما اینمی بچه های افغانی که رئیس جمهور بود
تنها اینا عقد داشتن که برن با چینلای بالای خارجی در بیرون از کشور ملاقات کنن، یعنی که در اونا ذهنیت های افغانی خود بتن، افغان اکثریت نشان بتن و بگوین که ما قدرت کل هستیم و نفوذ کل هستیم و منافع شما را تامین میکنیم، ده ها رقم چاپلوسی و خوشخدمتی دیگه. و وزیر خارجی هم و کشور هم که تاجیک می بود یا ازبک می بود یا هزاره، او را اجازه نمی دادن که تو در بیرون بری ملاقات کنی. رئیس جمهور برش ختمش تعیین میکرد، میگفت سفرت دارای کدام مواداست، چی برنامه داری، میگفت اینی اینی خلاص، میگفت از اینمی فراتر خودت نبینی که پالیسی ریاست جمهوری یا دولت ما ایجاب نمیکنه. دیگه امروز وقتی احمد مسعود میره در پارلمان های کشورها و در اتاقای فکر کشورها با سران دست اول همون کشورها در زبان خودشان صحبت میکنه، گپ میزنه، این خیلی حائز اهمیت است که ما تانستیم بعد از خصوصا آمدن جمهوریت بسیار در عرصه مدیا آزادی بیان، ذهنیت دهی و بسیار مسائل کارهای ارزشمندی کنیم. یکیش هم از همون کارهای نمی است که ما تانستیم با مزدوران با بادارای از اینا تماس برقرار کنیم و تشت رسوایی این غلام ها را در پیش اونا از بام بیاندازیم. امروز وقتی که آقای احمد مسعود در پارلمان در کانگرس امریکا میره، باز انشاءالله شما خواد دیدین آل اکسای چند اما جنرال پلاستیکی افغان بچه های مثل خوشحال سادات و مثل سمی سادات اینا را دیدین دیگه، که در یک اتاق انتظار خانه که مثل که یک شعبه خود رئیس میباشه، پالویش یک شعبه دیگه سکرترش هست، در اونجا که نفرا را بطلبه و در اونجا یک بیبینه و گپ بزنه باز اونا کلشان ایره استاد کرده بیاین یک عکس یادگاری میگیریم که به خاطر تعریف های ما را ذهنیت داده باشیم که اینه ما از شما که پیشتر با این آدم ملاقات کردیم. او عکس ها را پخش میکنم، این مهم نیست. ببینین مثل که غنی پوچمغز لوده دلقه شادی باز برا با یک نفر گپ بزنه او چقدر تاثیر داره و دکتر لطیف پدرام برا گپ بزنه چقدر تاثیر داره، این شما ظرفیت ها را با نوع صحبت کردنهایشون درک میکنین. این که او چند تا جنرال پلاستیکی که به نام واشل مشهور هستن اونا برن با این مقام های امریکایی گپ بزنن، تاثیرش ها تصویرش ها همیشه دیدین و میبینین. و احمد مسعود هم که برا با اونا گپ بزنه باز میبینین پس منظرهایش که احمد مسعود با چه نوع دانش و خرد میره با اونا گپ میزنه و ظرفیت شناس هستن اونا. اونا میفهمن که این جنرالای پلاستیکی مزدورکای رژیم غنی چی اهمیت داره و احمد مسعود با چه قهرمان ملی که دنیا سرش افتخار میکنه چه جایگاه و ارزش و چی را داره، اهمیت را داره. این را باز انشاءالله بعدا میبینین. من مطمئن هستم که با صحبتش احمد مسعود در کانگرس امریکا انشاءالله به گونه خود حمایت تمام اعضای کانگرس در خود جذب کرد که افغانا انگشت حیرت در دهن خود نه در مقد خود تیر کنند. تا اینی حد من باورمند هستم. انشاءالله با شما میبینم. سپاس استاشوی بزرگوار. آقای رحمانی از شما مشنوم، دیدگاه شما نسبت به دیدار احمد مسعود چی است؟ آیا واقعا به منافع ملی وطن تمام خواهد شد؟ فروتن عزیز بازم سلام عرض میکنم خدمتتون. اولا هم نفس این دیدار خیلی خوب است ولی کافی نیست. نفس این دیدار برای من به عنوان اولین استارت شروع کار بسیار خوب است. یادتون باشه که اولتون قابل یادآوری که امروز هم آقای احمد مسعود در پارلمان انگلیس با جمعی از نمایندگان پارلمانی و با جمعی از شهروندان افغانستان مقیم لندن همین بیانات داشتند که فعلا در شاد میتونه کسایی که دنبال کنندش هستن میتونن سرچ کنن و گوش کنن بیاناتش. ولی اصل قضیه این است که معامله دوحه که فعلا پیش رفت و با وجود که 21 میلیارد دلار هم در اختیار طالب گذاشتن در طول 3 سال با نظر من به ویژه کشورهای قدرتمند دنیا فعلا با همون سیاست گذشته خود پیش میره. آیا فکر میکنی آیا آگاهی ندارن که 21 گروه تروریستی در افغانستان است و این پول کجا میره؟
آیا اون اطلاعات ندارن؟ خب دارن 100%، همه میفهمم کجا، ولی منطقه هم میفهمم که چه خبر از کشورهای منطقه هم آقای رحمانی، یک تعداد کشورهایی که منافع خود را در موجودیت طالب میدید، آل طالب اینطور به یک لکه بدنامی تبدیل شده که حتی شورای کنفرانس اسلامی کشورها را ما دیدیم، وزرای خارجیش امیرخان متقی را راه ندادن، ننگ دانستن که تصویرشان با ایشان پخش شود. حالا میبینیم متوجه شدیم که در امی هفته پیش رو امیرخان متقی به خاطر دیدار با وزیر خارجه ترکیه عازم ترکیه میشه، اما وزیر خارجه ترکیه ننگ میدانه که با امیرخان متقی دیدار داشته باشه. ایشان بدون از این که بتانه وزیر خارجه ترکیه را ببینه، با دست خالی برمیگرده به کابل. یعنی کشورهایی که در از آدرس مردمشان صاحب یک نظام هستند، امروز فهمیدن که طالب وصفت یک چتری سربل که همه مردم از تعفن و بوی از این بیزاری میکنن و دوری میکنن. شما انا پیشتر استاد شیوا بیان کرد 28 تن از اتباعی افغانستان که با دستان بسته و 1000 هم جیب خرچی که از این که دیپورت میشن در میدان کابل پایان میشه، طالب اونا را توقیف میکنه. اولین اقدامشان همی است که اون پولایی که 1000 به خاطر اخراجشان داده شده طالب اونمو را میگیره. یعنی ای طالب دیگه قابل از این نیست که آدم رویش بیایه ایتو احساس بکنه که ای یک آدرسی است که میشه به نام مردم افغانستان، به نمایندگی از مردم افغانستان با دنیا دیدار داشته باشه. متاسفانه فروتنید، متاسفانه طالب و جمع جنرال های پاکستانی اینا به هیچ عنوان نه به منافع ملی ما فکر میکنن، نه به منافع ملی پاکستان فکر. اینا شرکت های تجارتی هستن، شرکت های آدم کشی، شرکت های مافیایی هستن. اینا پروژه میگیرن اجرا میکنن، پروژه میگیرن ترور میکنن، پروژه میگیرن کشور منهدم میکنن. اینا کوچکترین اینمی پشتونه که امروز سنگ طالب را به سینه خود میزنه، اینمی فردا اینمی پروژه اینمی قومم نابود میکنه. طالب تا به هیچ عنوان یک پروژه افغانستان شمول نیست و به نفع حتی به نفع پشتون هم حساب نمیکنه، فقط و فقط منافع اون امروز منافع پشتون از سر شانه پشتون سوار شده، از پشتون سرباز میگیره، از پشتون عسکر میگیره. ای اگر 10 سال جا به جای بشه که نمیشه، که نمیشه این پروژه را منطقه میزنه، اتش کشورهای منطقه، کشورهای قدرتمند دنیا ای را میزنن، امروز نزنش فردا میزنش. ولی اینمی حرکتی که عامر احمد شروع کرده، فردا میره مثلا میگیم کنگره امریکا، پس فردا میایه در اروپا سخنرانی میکنه، پس فرداش میره جای دیگه، این منطقه هم وادار میشه که از مردم ما، از ملت ما دفاع کنه. ولی ما کلا تخم مرغا رو نباید در یک سبد بگذاریم، نباید تمام فکر کنیم که امریکایی‌ها کار میکنن که امریکایی‌ها نمیکنن. امریکایی‌ها برای من پارسی زبان، برای ما تمدن پارسی زبان به هیچ عنوان نمیکنن، چون ما صاحب تمدن هستیم، صاحب فرهنگ هستیم، میتونیم دولت سازی کنیم، میتونیم ملت سازی کنیم، میتونیم اراده کنیم، منطقه رو کنترل کنیم، سر ما حساب نمیکنن به هیچ عنوان. ولی هر چی که دجال باشی، هر چی که نفهم باشی، هر چی که بی فرهنگ باشی، سر اونمو حساب میکنه، اونمو رو میاره، چون اونمو بهترین غلامی رو میکنه برش. اگه بگو انتحار کن، انتحار میکنه، اگه بگو برو کشور همسایه تا بزن، اون رو میزنه، اگه بگو برو آسیای میانه رو بزن، اون رو میزنه. ولی من تاجیکی کار نمیکنم، من ازبکی کار نمیکنم، من ازاره کار نمیکنم. عین پروژه را سال 1997 هندیا پیشنهاد میکردن به احمد شاه مسعود که برو شما در هندوستان، در پاکستان انفجار بده، انتحار، انفجار کن، مساجدشان رو، اردوشان رو بکش. مسعود با قاطعیت رد کرد که من نمیخوام مسلمان رو بکشم، من نمیخوام پاکستانی رو بکشم. ولی اینمی پروژه رو اینمی قبول کردن. امروز پروژه رو سر پاکستان، سر پاکستانی ها گرفتین، پاکستان رو ناام کردین، فردا آسیای میانه را، پس فرداش ایران. همین لحظه آقای رحمانی در مرز خوست با پاکستان درگیری مرزی است. اینمی عملاتی که یا در پاکستان انجام میدادن، پاکستانی ها میفهمند که چی به چی است، میفهمند که از کجا فهمیده. ولی گفتم جنرالاش پروژه بگیر هستن، جنرالش به هیچ عنوان. شما یک تا جنرال پاکستانی نگاه کن، وقتی که می تقاعد میکنن پیسه رو میگیره میره یا دبی یا میره استرالیا یا میره انگلیس. این دیگه کدام از این جنرال های پیسه دار از این کشور خود زندگی. ولی ملت های دولت های غیر نظامیش
نمیتونه با ساختار نظامی کنار بیایه، نمیتونه برنامه اونا رد کنه، نمیتونه اونا پلان های اونا رو خونسا کنه. همون است که وقتی که تظاهرات میشه میبینی خانه های جنرال های پاکستانی رو پاکستانی ها در میدن، پاکستانی ها دست از این مردم به عذاب هستن، از دست پشتون ها این طرف هم به عذاب هستن، از دست پشتون های خودشون که مردم مشار بیداری هستن به هیچ عنوان یارو قبول ندارن. این حالا میفانو منافع امریکایی ها اینمی نفس شروعست. ما یگانه چیزی کم داشتیم در گذشته یک لابیگر در خارج نداشتیم، ما در سطح منطقه ما یک دوست استراتژیک نداشتیم. آسان ترین چیز در افغانستان جنگ است. اگر ما بتونیم کشورهای منطقه و جهان را قانع کنیم یک که افغانستان باثبات به نفعتان است، افغانستان مستقل به نفعتان است، دوم نیروهای خود در افغانستان نیروهای تاثیرگذار، نیروهایی که در گذشته هم تاثیراتی داشتن، از این ترورهای شخصیتی که پشتونا در طول 20 سال از حوزه فارسی زبان از بین بردن، در طول 20 سال بهترین دوستای ما را به ما دشمن کردن. استاد عطا محمد نور چه ترور شخصیت کردن، عبدالعلی مزوری ترور شخصیت کردن، اسماعیل خان ترور شخصیت کردن، تمام سران تاجیک که امروز زنده هم هستن اونا را ترور شخصیتی کردن، در حالی که خودشان هزار کثافتکاری کردن یک تاش نگفتن. می پشتون تمام شما ازش دفاع کرد. ما این میار اتحاد ما کنیم. دوم آسان ترین چیز، سیوم آسان ترین چیز در افغانستان جنگ است. با خدا جنگ قاسانه که طالب اقاسی پذیر است که انمی امروز اراده کنیم فردای طالب سقوط میکنه. فقط ما انمی سه تا چیز اصل ما راحت کنیم، اصل سیومش بسیار راحت است برای ما. سپاس رحمانی. قبل از اینکه پرسش ما را از آقای بختیاری مطرح بکنیم، دوستایی که شما در برنامه بیننده هستین مطمئن به این باشین یک ایده که دست و پاچه است رفتن احمد مسعود را حرام و حلال و اسلامی تعبیر میکنن. اینا میفهمن دنیا بالاخره به این نتیجه رسیده که طالب عمو طالب 20 سال پیش است، هنوز وحشی است، آدم شدنی نیست و اینا حتی نظامداری و حکومت کردن بلدیت ندارن، نه با خود این مردم کنار میایه، نه با همسایه و نه با دنیا. اگر شما باور ندارین برین خلیفه طالب را مصاحبه ها و حرف هایش را بشنوین، ملا مجاهد را شما از روزی که افغانستان اینا حاکم شده مصاحبه هایش را ببینین که میگه گویا اگر سازمان ملل ما را به رسمیت نمیشناسه، ما میگه سازمان ملل را به رسمیت نمیشناسیم. اما نتیجه شو ببینین هموطنای عزیز، امروز در یک نانوایی بالای 100 تن کودک و زن به خاطر گرفتن لقمه نان میگه برادر بوتی که گرسنه هستم. یعنی یک کتله دمداری که هیچ گونه مسئولیت انسانی و وجدانی در قبال مردم افغانستان نداره، هیچگاه گرسنگی مردم را نمیبینه، فقط به فکر خود است، به فکر ازی است که 40 میلیون دلاری که نامشروع برشان میایه هفتوار چگونه به مصرف برسانن و هر کدامش دنبال ازدواجهای متعدد برخواستن. این امینا بالاخره دنیا به این نتیجه رسیده که بدل طالب باید شکل بگیره و در یک میوار واحد که او هم رهبری جبهه مقاومت ملی مردم افغانستان چی بهتر از همه که دنیا میفهمه که اینمی آدرس در دفاع از اینمی مردم مظلوم و بیچاره از ابتدای اول کار آستین مردانگی برزده. بالاخره دنیا به این نتیجه میرسه، خصوصا امریکا که امروز نباید دست کم گرفته شود، یک کشور ابرقدرت دنیا است که در سطح سازمان ملل حرف اول هم میزنه. اینا آماده به این میشه که با احمد مسعود بیان بشینن و حرف بزنن و از نزدیک درد و رنج مردم افغانستان از زبان رهبر جوان جبهه مقاومت ملی مردم افغانستان جویا شوند. آقای بختیاری بزرگوار، حال که ما میبینیم وقتی شایعات میشه دو تن از کنجنرالای مشهور نظام جمهوریت دست و پاچه شده چند تا تصویر میگیرن در فضای مجازی نشر میکنن، پیام اینی و تأثیری تصویری از اینا در دیدار احمد مسعود چی میباشن؟ تعبیر شما از امی چی هست؟ تشکر فروتن صاحب عزیز. ما میخوایم کوتاه‌تر این موضوع را جواب بدم در چند کلام. قسمی که پیشتر من اشارات روی عمقی دیدارها داشتم، خب این دیدارها میتونه اهدافی داشته باشه. این پرسش خلق میشه که دو تا ماشینی جنرال با چی منظوری با مکال دیدار کردن، هدفی از اینا چی بوده؟ این بسیار مهم است.
گفتم اگر یک دید یک بازدیدی عادی بوده باشه که او هیچ تأثیری نمیتونه بده، خودت هم میتونی یک در امریکا زندگی کنی، درخواست بدی بری مقاله ببینی، استاد چیوا هم میتونه، هر کس دیگه هم میتونه این کار را بکنه، او کدام مشکلی نداره. اما احمدی مسعود با یک برنامه، یک برنامه بسیار روشن در مقابل یک گروه تبکار، یک گروه آدم کش، یک گروه وحشی میره وارد امریکا میشه، حتی زمینه یزی برش مساعد میشه برای پریزنتیشن بتا در کانگریس، امو مانیفست خود دستاوردهایی که تا حال داشته و برنامه هایی که داره چی میخواه بکنه، این بسیار یک گپ کلان است. این دیگر ها که چی توجیه میکنن و کار خودشان است، مثل زمین تا آسمان دیدارا تفاوت میکنه، تفاوت های خود داره. آمدیم در راستای از این که همی یک تعداد در کامنت ها ما میبینیم جاسوس 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 نوشته کده میرن. خب گوش کنین، این همی لوچک هایی که جاسوس نوشته میکنن، اگر تربیه و اخلاق دارن، براون ببینن کرزای خود دم چشم کل ما و شماست که همیال میبینیم. وقتی کرزای صحبت میکنیم، بادیگارد های امریکای اطرافش در یادمان میاد تا مرحله که قدرت تحویل میکرد به غنی. خب کلی ما و شما شاهد از این موضوع بودیم. او جاسوس نیست. امروز طالب خودش اجنت درجه یک امریکاست که 45 میلیون دلار هفتوار میگیره. در ضمن امریکا جاسوس های روان کرده برای از اینا به خاطر کنترل و نظارت از اینا. اونا فقط ریش ماندن، یک نقاب پوشیدن، در حقیقت سچه امریکایی هستند که تابعیت امریکا را دارن، برنامه از سیاهی میگیرن، زیر ریش طالب اونجا کار میکنن، میبینن که طالب چی میکنه، چقدر آدم کشی میکنه، چقدر منافع اولیای کشور را ضربه میزنه، چقدر توحش و بربریت خلق میکنه، چقدر کوکنا را رشد میده، چقدر گروه های طبکار دیگه از قبیل داعش اینا را فربه میکنه، برای از اینا تجهیزات میده، اینا را به نوعی آماده میسازه برای آینده که اهداف شومی امریکا و سایر کشورهای دیگه ای که در اونجا اهداف پلید دارن اونا را تطبیق بکنه. اونا جاسوس نیستن، اونا گل و گلزار از طرفشان، ولی هر کسی میره برنامهش هم روشن است. نه برنامه آدم کشی داره، نه برنامه زشت انتحار داره، نه از قاچاق مواد مخدر داره، نه خواهرش برای بچه اسامه بن لادن نکاح کرده، نه اسامه بن لادن داماد یا هم خسرشان است. خب او طرف گل و گلزار، این طرف جاسوس جاسوس. برای مادر کسی که شما را شیر داد لعنت، او چرا قم یک انسان خواهد، شما از انسان شیر تغذیه کرده باشین، حداقل امی سفید و سیاه را خود تفکیک بکنین به لحاظ خدا و قرآن. یک خو یک چیزی مثل چراغ واری روشن است دیگه، این نیاز به توضیح و تشریح و گپا نداره. آمدیم در راستای موضوع دیگه که شاید یک ذره حاشیه‌تر از این بحثی که ما داریم باشه، موضوعی است که در اواخر همی افغانای لوچکی که به اروپا پایشان کشیده شده، اینا کلیپ چند روز قبلش شما در پاریس دیدین، در بین سرک 20 نفر یا 15 نفر بین یک دیگه خود درگیر هستن، تمام ترافیک توقف کرده استاد است، ساعت ها اینا میانی هم درگیر میشن، پلیس اینا را خلاص کرده نمیتونه. یعنی در ضمنی که چندین جنایت تکراری را اونا در اوج چندین حرکت های وحشیانه را انجام داده بودن، بر علاوه یک دای دیگه هم اضافه شد که این هم در مولستی کشورها که باید ارزیابی بکنن با این گروه ها چی رقم برخورد بکنن در نظر گرفته خواهد شد. و گپ دیگه که در چند روز قبلتر در یک آروسی افغان ها بین یک دیگه خود میزنن، باز میزنن 7 نفر را اینا چی میکنن، زخمی میکنن. بله افغان ها بود، افغان ها، اما افغان ها افغان ها ما... تعبیر از این نشه که مردم افغانستان است. نه نه، من هر زمانی که افغان میگم من کلمه پشتون بر رسمیت نمیشناسم، گاه و ناگاهی شاید استفاده کنم. افغان منظور از پشتون از دوستا، هر جایی که من صحبت میکنم این سوی تعبیر نشوه. زدن 6 نفر 7 نفر هم کسی که در آروسی اشتراک کرده بود اونا را زخمی کردن و 2 نفر پلیس زخمی کردن. این هم باز یک دفعه دیگه قوقا برپا کرد در آلمان. باز هم سیاسیون آلمان تلاش به این دارن که یگان قانونهای سختگیرانه دیگه را بالای مهاجرین افغانستان وضع بکنن. سپاس آقای بختیاری، به شما برمیگردیم. قبل از اینکه پرسش ما را از استاد شیوا مطرح بکنیم، دوستا یک چیز را ما همینجا میخوایم واضح بگوییم. هر آدمی که از آلمان اخراج میشه، چاقوکش، دوز، لوپنگی است که به جایی در اروپا آمده، خصوصا در آلمان، بره در جامعه آلمان متهم شوه، تجاوز بالای کودک، بالای زن، چاقو میکشه، یا ای که در مقطعی از ای که دزد است.
در سوپرمارکت ها میره دزدی میکنه. اگر این اشخاص از آلمان اخراج میشه، این باعث افتخار همه ما و شما است. آدم های لوپنگ و چاخوکش و دزد و بشرفی که ایجا از آدرس از اونا اعمال زشت و گنده صورت میگیره، بدنامیش به همه مردم ما است. ما میگم ریاهی پیدا میکنیم، امید به ای داریم که این روند ادامه پیدا بکنه. هر آن کسی که در ایجا جرم مرتکب میشه جایش نباید در آلمان باشه. او آدمایی که از چنگال 4 تا دمداری به نام طالب فرار کرده، حتی جایگاه از اونا را به خطر مندازه. استاد شیوای بزرگوار از شما مشتمیم. فروتن سه به اوغان مفت نیست از این گپایی که خودت گفتی؟ نفهمیدم. گفتم اوغان مفت نیست. منظور ممو اوغانایی است که یک ایده که در اینجا استاد شیوا پرچمای افغانستان در خانشان خشتکای هزار کشال کشال چبیای پشاوری در پایشان، بجز دزدی چاخوکشی جنگ هیچ کاری دیگه را انجام ندادن. یعنی 28 نفر هم کچولای از جیبش گرفتن سه اینی جنایتکارا بودن در اینجا. فروتن سه به یک فکایی یادم آمد در باره اوغان، همون را میخوایم بگویم. اگر خنده داشت کمی بخندیم. میگه یک زمان همی دولت میگه کلانترهای همی هر منطقه را گفته بود که همی سمپل مورتانه، موری که در انگشت دست پوشیده میشه، موری که نامت نوشته است دونه، سمپل مورتانه بیاریم پیش ما که ما او را از رویش باز چی کنیم. یک موضوعی را که شما مور که در آن بودیم ما بفاهمیم که همین مور تو است. میگه یک بار از کل مردم اقوام کلانترها منطقه آمدن، میگه مور که در مورای خود را نشان دادن میرفتن. میگه یک برادر ازاری محمد میگه اشتباها مور نماز آورده بود. میگه یک وقت در رنگ میخواست بزنه که او نفر مسئول دولت دید، گفتی چی است که آوردی؟ گفت مور است. گفتی مور بر؟ گفت ما خوی مور را نگفتم، این مور چی رقمی است؟ دید مور سنگ کلان. گفت والا ما اشتباه کردیم، مور نماز آوردیم. تو مور انگوشت گفته بودی که نام نشمه هست. گفت ها. میگه یک بار هم میگه ازارم میگه هم جگرخون شد دیگه با هم خندهش گرفت. یک بار میگه یک قاقا خنده بلند کرد، گفت نفر دولت گفت چرا خنده داری؟ گفت ما خواهی که اشتباه کردیم که مور نماز آوردیم، تو او را گفتی که مور را بر والدش آورده. او از من کده اشتباه کده، گفت تو ما مور نماز آوردیم والدش آورده. فروتن عزیز لطفا آقای اکرم شمس در نوبتت مایک بزن. فروتن عزیز ببینین، اگر ما از یک حقیقت تیر نشیم در طول زمانه ها، همه قدری که مردم ما ملت ما تکه تکه شدن در گفته مردم تمدن روزگار یکسان و امپا حرکت نکدن از اثر منفعت جویی های نمیا بوده. کشور ما امواره وقتی که حکومتاش سقوط کرده، دار و ندارش تاراج شده، لیلام شده، همون رقمی که ما در می آخرات دیدیم که بعد از سقوط جمهوریت تیاره ها را در منطقه بار کرده پاکستان بردن، همه و همه اینمی از اثر اینمی کارهایی بوده که اینا منفعت های قومی و تباری خودشان را ترجیح دادن نسبت به منفعت های ملی، نسبت به منفعت کشور. امیال هم اگر کشور زیر و زبر شد و برشان معنا نداره، اما یک بچه افغان باید سر قدرت باشه. اینی از جمله چی های از ایناست که اینا به خاطر منفعت خودشان منافع ملی را همیشه زیر پا میکنن. حالا ببینید اینا میرن با خارجی ها چی میخشن، کنار میآیند در هر تفاهم. میگن مثلا امریکا میخواه، میگه من نیروهای خود میخوام قدرت تعدید خود در آسیای میانه برسانم در زیر حلق روس. اینا میگه هزار دفعه هیچ مشکلی نیست، من خودم به عنوان طالب میآیم. وقتی که توی مایدگر ما بودی، من در زیر علق روس میرم در لب دریای آمو که خط انداختم، فکر کن نیروی نیابتی دورمون جرسی. من وقتی که
در اسلام قلعه، بندر اسلام قلعه رسیدم، فکر کنم که اونمو نیروی تو در زیر حلق خامنه ای رسید، در زیر کاخ ایران رسید، یعنی در مجموع در پامیر که وقتی رفتم فکر کنم در زیر حلق چین رسیدم. وقتی که ما با تو کنار می آییم، تو باز دست ما را هم باز کن که ما در درون کشور یک تعداد حریفایی داریم از لحاظ قومای درون کشور، باز ما اونا را که سرکوب کردیم یا سلاخی کردیم، باز در اون مورد تو گوش تکر پر تو، ما آرمان تو را برآورده میکنیم، تو را میرسانیم پایت طالب دریای آمو تا بندر اسلام قلعه، اما ما هم در داخل مشکلات و ملاحظات خود داریم. ما وقتی که خواستیم که اقوام دیگر قفقایی ورداریم یا سلاخی کنیم، باز تو در اون صورت حقوق بشر یک بار پشت نگرد، انا خود کار پر تو کور پر تو نبی پشتش نگرد، ما کار خود میکنیم. این تفاهماتی است که سالها اینا کردن. حالا ببین، ما در یک جای یک چیره شنیده بودم، یک لطیفه را از یک کسی گفته بود که یک زمان اینمی بحث چی شد که بلا بیاین دک انگلیس، بیاین ما شما یک گزینه دیگر انتخاب میکنیم، یک قوم دیگر تست میکنیم در قدرت افغانستان ببینیم که دیگرها چی میکنن. گفتن نه، گزینه بهتر از اینمینا برای ما دیگر نیست، اینمینا اصلا مزدورای بسیار کم مزده، گفته مردم زودخر هستن، ما اینمی را زودتر میتونیم بخریم و تابع هم میباشن، هران چی که بگوی میکنم. اما دیگه اقوامی رقم نیست، بگو مگوی از اینا بالا رفت، مگر گفتن خیلی بیاین یک تست میکنیم. گفتن چی رقم تست میکنیم؟ گفتن میریم داخل افغانستان یک تست میکنیم، اما اقوام هم میبینیم که همیگه واقعیت داره یا نه. دو نفر خارجی میایه با یک ترجمانش در میگن مثلا ولایت بلخ، میگن میریم از همونجا، تاجیکا زیاد است، از همونجا شروع میکنیم، میرن در یک میدانی که دور از رویتانه میدان سگ جنگی است، یک دو سگ جنگ میکنه، یکش میگریزه، اینا میرن که ترجمانش پیش هم و صاحب سگ هم گریختگی، میگن همین سگ گریختگی تعمیر نمیفروشید؟ اما میگن میفروشم، مشکل نیست، میگه خویی را خو میفروشی، اما میگه ما این را برده نمیتانیم در زنده تو خارج، یعنی میره تنها برای ما بکش، جگر از این برای ما کار است، ما هم جگرش هم میکنم. این صاحب سگ میگه بیدر همی کار من نمیتانم. میگه چرا؟ میگه این سگ همه سالها در خانم نگاه کردیم، دواندیم، در پیشون بوده دایم نان دادیم دیگه کردیم، با همی سگ ما یک اونس گرفتیم، امیره ما اصلا دستم چی نمیکنه، یاری نمیکنه که گردنش رو ببرم باز جگر از ایره برای تو بکشم. اینمه تو اگر خوش داری بخر ببر، دلت میکوشی هر کاری که میکنی جگرش رو ببری ببر. اینا یک بار مگه درست است ما یک مشوره کنیم؟ اسمین مگه دیدی که اینا با ما کنار نمیادند در بعضی مسائل ها؟ مگه اینا رو میریم خواهی یک دیگاه رو تست میکنیم. وقتی میرن در منطقه جلال آباد که یک میدان چی است شادی را یک نفر همه تو میرقصانه و چی میکنه و شعبده بازی میکنه که ایش دیگه میکنه، داخل برنامه از اون میگن همین شادی تا سودا نمیکنی؟ میگه سودا میکنه. میگه اینا رو ما شادی را زنده برده نمیتونی، میره جگرش در ما کارش کرد. میگه هیچ گپی نیست، میکشون برای جگرش، هم میگی چشمش، هم میگی قلبش، هم میگی علایده علایده در پلاستیک برد جور میکنن، ببر هر کدوم شکل میبری. خب میگم ما مشوره کنیم، میشه که میان میگن دیدیم اینا در هر صورت با ما کنار میان، جور میان، در هر شرایط با ما سازگاری دارن، اما این اقوام دیگه با ما در شرایط های ما ناساز هستن. ما یک چیزی را که بگوییم بکو میکنن، دیگه چیزی که گفتی کلاشخی میکنن، میگن ما این کار را نمیتونیم، وجدان ما قبول نمیکنه. اما اینا خوب است، اینا که ما در هر صورت کنار میان. من میشنوم از شما. سپاس آقای اکرم شمس، مایکتون رو باز بکنین. زنده باشی آقای فروتن، عرض سلام و ادب خدمت شما برادرایی که در لایف حضور دارم. خب ما گپایتون رو در پایین گوش میکردم، در موضوع لایف صحبت کو آشیانم. موضوع لایف ما نیفهم که چی هست، خب منتها چند تا یاد دیدار احمد مسعود و جان مکال که تاریخش تعیین شده و واکنش طرفدارای طالب و سمی سادات و خوشحال سادات هم رفتن یک تصویر گرفتن، بعد از چندین سال وقت شایعات میشه که دیدار احمد مسعود است،
کوشش میکنن پیش دوستی بکنن و یک تصویر از خود در فضای مجازی داشته باشن. شما هم در رابطه موضوع لایف صحبت نکنین، بعضی گپایی را گفتین که باید جوابش دادنی حتمی است که باید جوابش بتم. یکی درباره دوزها گفتین، بله چیزی که دوز موبایل دوز لندغر از کلش آلمان جمع شده، اونم میبینه که دولت آلمان فقط از یعنی کشورهای اروپایی فقط از آلمان دیپورت میکنه، چون مثلا کشورهای دیگه داریم فهم بدر اگر هم حرف تو واقعا همین موبایل دست پرچم افغانستان ده یخنش چه میکنه؟ اجازه بده اجازه بده چبری پشاوری در پایشون هست در همین آلمان پرچم افغانستان ده یخنشون افغانستان است، یا در لیدل یا در الدی یا در ایریکا یا در مارکا. همین موبایل دوزام شاید کلشان از دی سبز و از چی باشه. و برادر مصاحبه گرفته استاد چهوی عزیز، استاد چهوی عزیز اونجا مصاحبهایشان موجود است، شما ببینید نمود گروهی که مصاحبه میتن از کدام قوم از به کدام زبان گپ میزنن معلوم میشه واجد چی نیست. آقا چیزی که دوز لندغر از کلش آلمان جمع شده اینا به یدین شک نداشته باشین. آمدین در باره تیاره ها آقای شیوا گفت که تیاره ها یار دزدی کردن. آقای شیوا شما فکر کنم زمانی که حکومت اسلامی امی مجاهدین پیشین موضوع نمیری تو دور دور رفتن است چکر زرشتی. من میگم دیدار ملا برادر حلال میدانن، دیدار احمد مسعود حرام. تو بس فقط یک حامی طالب یا امی حلال و حرام برای ما ثابت کو. خب باشه، چرا آقای فروتن میمونیم ما صحبت کنیم یا برم پایین؟ او برادر خراب گپ زد رئیسی، در موضوع برنامه صحبت نمیکنی. 25 سال پیش رفت رئیسی. چرا شما درباره طیاره دوزی و 45 میلیون دلار رو نیفهم دو برادر در امروز گپ زد رئیسی که وقتی افغانستان سقوط کرد طیاره چرخوال ما دیدی ما تو در بکان شطور بار کرده بردن. همی شما همی مردم سمت که به حساب از سر کوتل خیرخانه تا سر کوتل کوتل سالنگ، همین مردم همیشه به ضرر افغانستان بوده، همیشه به حساب پایزنی ها کردن. حالا که افغانستان هر روز رو به ترقی و پیشرفت از مردم روز به روز بدر به آسایش آرامی میرسه، خب معلوم دار است که باز اینمی دشمنای وطن دشمنای مردم افغانستان پای لج کردن که بتونن برن از اون و اون گدایی کنن یا چیزی کنن که بیاین در افغانستان پس یک خانه جنگی بیار دامن بزنن. بدون شک احمد شاه مسعود هم در زمانش در زمان دکتر کشتی ما مرد خدای ما سر اصل موضوع در برنامه مرکز به موافق مخالف معرف ندارم، ولی از برنامه بیرون بره. فروتن عزیز ببین فروتن عزیز، یعنی اینمی چهار تا سرکی را که در بدل پرداخت معدن و لعل و جواهر ما طالب جور کرده رایست و خانه های تاجیکا را تخریب میکنه در این بانه، اینا پیشرفت میگن، اما مکتب و دانشگاه که در طول تاریخ کشور ما به سابقه بوده بسته میشه، ای اصلا در نظرشان نمیاد. ای که امروز زنی که در وزارت مثلا حتی دور نمیاد. او آقای پوپل کامنت های طرف درت میبینم به خدا کاسه صبرم لبریز شد. امین نوشته داری که فروتن چرک خوارت که آمد باز هر صبح امرای شما میکنم و قدر باز چرک مالم نمیشم، مطمئن باش. همون چرکی که میفهمی یا امیر شهید هم میگم، اما لنگای ملکه سرایا را که بالا کده بود اونمو را میگم. بلتان عزیز اینا که هر چقدر از پیشرفت بگویند پسرفت بگویند جایی را نمیگیره. شما بگو اگر پیشرفت بود چرا در طول 8-3 سال 8 میلیون انسان از اون سرزمین فرار کرد؟ اگر تو میگی به طرف پیشرفت میرن، تو چه غلطی میکنی در این مملکت اروپایی؟ بخیر برو اونجا برو دیگه، پیشرفت نکنی. اینجا زن و دختر درس میخونه مکتب میره، خب چی میکنی اینجا؟ برو اونجا برو پیش بالا. ما آقای رحمانی به خدا کاسه صبرم لبریز شد. همین پوپل رد درت کامنت های منفی بالاخره مونده که برادر همین بلوزم سفید در کدام جایش کدام لکه و چیزم دیده نمیشه، بازم یادم چرک صدا میکنه. یعنی همشیرش یعنی منظورش فخر فروشی است که اگر خوار ما آمد راحت میشی. خواه خوب است باز هر صبح برای شما میکنیم. فروتن صاحب کدام پوپل است؟ پوپل افغان. پوپل افغان نه همون که لایف هم میای همون نه همون فکر کنم همون است. آره کدام دخترت اگر همون میتی بگو نته وی چی گپ است؟ نه خیر استاد شیوا، قسمی که امیر ما دختر با پاکستانی اراج کرد، قسمی که امیر ما امیر حبیب الله کلکانی خادم دین رسول الله امرای ملکه سریا در امام میکرد، خیر است ما هم دیگون شینگ غجده از اینا امرای همی همشیر پوپل اگه امام میکنیم با خدا دلبرد میشی استفراق میکنیم.
چرا همیشه استاد شیوای بزرگ ما؟ نه خواهرایش در سرگین خانه های جنوبی بوده، دخترایش سال در کالیفرنیا بسیار لکس و عطر زدگی. دوما را بگو چی میکنی او سرگین بویاره؟ نه شما را باشه آورد، باشه نرین، باشه نرین. نه مقصد امی حرفی بد پیامی بد آقای فرتان عزیز، این بحثت هست وقتی که اگر... وقتی که یا برات فوش میدن، پس بدون که حرف تو دمی قلبشون تاثیر کرده. حرف قلبتون تاثیر کرده، حرف تاثیر کرده، ای از حسادت شانت پوش میده. پس بذاریم کمی لایف ما را خراب نکنم. خیلی فروتن دیگه حالا این رقم پشکار قابل ملاحظه میگیره، اصلا نادیده بگیشن وا یعنی که اگر همی دفعه دشنام داد میوتش میکنیم، رنگش را گم میکنیم، برای وقت بشه وزیر لایف و همی میگراتورای ما نارفق است با خدا. بیانه تمی صفحه ما ما غنی بخی بلاکش میکنم. خب بفرمایید استاد شیوای بزرگوار، حرفایتان بعد آقای رحمانی و بعد آقای بختیاری خدافیزی میکنیم. حرفای ما اینمی که ببینین، ما امروز وقتی که میبینیم مثلا مسعوده جلال یک زن بود، حتی دور نمیرین تا جمهوریت بایس وزیر کار میکرد. امروز زن حق نداره که در موتر لینی سوار شود. اینی است پیشرفت اوغان. البته جریمه کرده استاد شیوای امروز. زنایی که بیمارن در وسایط 6 تا 40 افغانی جریمه کرده. ببین خربودن اوغان که اینی گپا درک نمیکنه، نه بچی که مثل نمی چی نام داشت اکرم شمس که آمده در اروپا زندگی میکنه سال هاست، یعنی که خر مکه خر عیسی صد بار که مکه برا پس بیا خر خر از دیگه. اوغان اوغان است، در اروپا هم زندگی کنه، در امریکا هم زندگی کنه، اوغان اوغان است دیگه. در چهار پایی که روان نبود اوغان نیست، اصلا غیر از اوغان والی برش هیچ چیز دیگه اهمیت نداره. یعنی وضعیت فعلی افغانستان رو به ترقی و تمدن میدونن و اون وضعیت مردم افغانستان و زن افغان و کودک افغانستانی را که در چی مکتب رفته نمیتونه، او را قطعا قابل ملاحظه نمیدانن. اینی وجدان ازی هست، اینی درک باور از این هست. لعنت به او حس افغانوالی، حس خبیثی افغانوالی که در وجود هر کدام شما به وجدان ها جریان داره، حضور داره. من بشنم سپاس رحمانی چه کوتا فروتن عزیز، چند وقت پیش یاد کردی که بشکه زرد یا نماد قرار دادن و نماد پیروزی خودم قرار دارن. یادت رفت که کاش که میگفتیم و تنبانه ننیتانم قمرتان بگرفتی در رژیم ای رفتی، که شما بیشتر از این که با بشکه زرد بری با تنبانه ننیتان با ازاره ننیتان اومدی امتحار کردی. یادت رفت که اونمی رو یادآوری میکردی که اینمی این یار ملاک قرار میدادن، نه او بشکه زرد. او بشکه زرد که یک چیز معمولی بود که میتونی سرست بگیری، ولی زیر تنبان ننه تو بشکه را پت میکردی. اگر تو میامدی در این سرک انتحار میکردی خودتا، اون تنبان ننه بود که او را صدر اخفا میکرد، نه خود بشکه زرد. ای کاش همین طالب پرست ها همین کار را میکردن، تنبان ننه خود را در جای بلند میکردن. اگه کدام وقت بلند کردی همو تنبان ننه شانه بلند کنی و در زیرش وانه همو بشکه زرد بلند کنی که سالهای سال این انسان کشی کردن. همی حرفای خودتا با همو بشکه زرد دیکور کرده در تیک تاک میگذارم تا پیامتان بگیرم. تشکر، من فعلا از آقای بختیار میشنم. آقای بختیاری بزرگوار بفرمایید و بعد خداحافظی میکنیم. همی افغانایی که در پایان چلک اندازی میکنن، من فکر کنم اینا خودشان نمو قصدن میخواین که یک ذره به خواهر و مادر و پدر و چیزایشان خدمت بکنن. در غیر از او به کسی حمله میکنی حتما یک کسی یک واکنش برات نشان میده. بهترین رایش همی است اگر منتقد هستی انتقاد خود بکو. حق نداری به حریم خصوصی کسی حمله کنی، دشنام بتی، ای گپا نه جایگاه داره و نه هم به خودت احترام میگذاری. به احترامی به خودتان است. و بعدیم در راستای حرف آخر به عنوان جمع‌بندی، ما فکر کنم این روزا گذشتنی است. ما به یقین کامل گفتم میتونم که یا زود یا دیر این وضعیت تغییر میکنه. این را نه مردم میپذیره و نه هم دنیا پذیرفته. هر دو طرف
بر علی از این وضعیت جاری مبارزه دارند، بر علی از این وضعیت ایستادند. این مقاومت مردم، این مقاومت دنیا که یار به رسمیت نمیشناسه از خود یک معنا و مفهوم خاص خود داره. ما امیدوار هستم روزی برسه که این کسایی که فاشیستی میکنن، شونیستی میکنن، نشنالیستی میکنن، استاد کنش یک بچه تاجک در صورت صورتش بزنه قد کفاق بگه که تو اونو آدمی هست که در پایین لایف ده و دشنام میدادی. خب حالی خینی پشمی های چرک و بویگین تان که گم شده نوبت ما هست، حال چطور هستی؟ باز چی جواب میدی در روز؟ بی حیثیتی نکنین، انسانیت را پیشه بکنین، از این مسیری که میرین، از این مسیر رای اشتباس یا مسیر اشتباس با پوزش آقای بختیاری بزرگوار. آجی مهدی یک بچه هزار تبار است، از طالب حمایت میکنه. گفت در امی کامنت که من یک سوال دارم، اجازه اگر باشه اگر بیایم امی سوال ما مطرح بکنم. از اینکه وعده کردم خداحافظی میکنیم، بیا امی آدم هم میاریم که امی سوال از یادم چی است. آجی مهدی چی گفتنی داره؟ میشنویم. خداحافظی میکنم کایتان. درست است. مورا بالا بیارین. خوب است شما. خداحافظ دوستان. آقای مهدی کمره تا بزنه، کمره نشی پایین مندازم. نه پس درست است. ما کمره جای مناسب نیست براتون شب. سلامت دوستا، روال برنامه ما را میفهمین تصویر است. وقتی تصویر میگیم یک ساعت بعد ویدیوش هم پخش میکنیم، موافق مخالف حرف شد. بنان دیگه از این زیادتر وقت همه هموطنا را نمیگیریم، ولی همین یه آدم های هم فکر از شما کمی گلایه مینیمی است. او برادر اینیمی کامنت قلبک مجانی است. لایک کردن درست است، شاید انگشتتان برای چند دقیقه ناراحت شوه، ولی حداقل اگر انگشتتان را در روی شیشه میزنین، ای را متیقین باشین نشینی طالب را به مواصل تبدیل میکنین، حامی های طالبه. برنامه ما بینندش بالا میره، هر حرفی که اینجا دوستای ما و هم مفکوره های ما میان میزنن، در پایان طرفدارای طالب جمع طالب. بیادبی ما بیادبی ما امی چی میگن، مواصل خونی میگن، تکمهی میگن، با اونمو مصاب میشن. بنان پرحرفی نمیکنیم دوستا، شب بخیر، شب خوب و خوش برای همگی شما. روز